خیلی ممنون. شب خیلی خوبی بود. هم برای بستنی، هم برای ساندویچ کوفته. محمودا رو فراموش نکن. اونم بودم مگه نه؟ آره. به خاطر محمودا هم ازت ممنونم. آیه زعوزی. شبت بخیر شیطان نازدار. میبینمت. میبینمت. شبت بخیر. شب تو هم بخیر. قبل اینکه بپرسی بذار من بگم. با مته حرف زدم و دیگه همه چیزو میدونه. خبر بعدم این که اصلا مشکلی پیش نیومد. یعنی نتونستی ما رو جدا کنی، خدا بد نده. من هدفم جدا کردن شما نبود چیما. فقط نمیتونستم طاقت بیارم که مته رو احمق فرض کنی. اما حالا که حرف زدی، از نظر اون مهم نبود، برای منم مشکلی نداره. دقیقاً همینطوره، هیچ وقتم نمیتونه مشکلی باشه. دیگه میتونی به زندگی خودت برگردی. ساز یتمی یار böyle anlarda çıkam yar tenhalarından anlamak ister sanıyor aldanıyor uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda çıkamıyor tenha. Kahramanım şu lütfen bir necatem bedi. Anlamak ister sanıyor aldanıyor uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Sanıyor gönül ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda. Yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda. Yüreğin bir daha küçülemez. شوخی میکنی؟ نمیکنم برجو. تو به من گفتی این پسرم که میاد مثل جنکه، ولی پسر قشنگ دیوونه بود. خدا رو شکر آیاز بود و منو نجات داد. یعنی باز آیاز قهرمانه شد. وای اینجوری نگو برجو، باز شروع نکن. خب دختر تو از اون پسر خوشت میاد دیگه، اینقدر انکار نکنه ای بابا. هی میگی آیاز اینجوری آیاز اونجوری. تمام صحبتمون در مورد آیاز دیگه، اسم مترم ما اصلا نمیشنویم این وسط. موضوع متر دیگه تموم شد. مگه من و تو در این مورد حرف نزدیم؟ دیگه موضوع متر رو باز نکنیم. باشه باشه ساکت شدم. اصلا یه لحظه. خب ما مدام در مورد آیاز حرف میزنیم چون آیاز مدام دنبالمه. هر دفعه رو برمیگردونم میبینم پشتمه. و اینکه هر چیز مسخره ای رو رمانتیک میکنه. مثلا میریم ساندویچ کوفته بخوریم، همین ساندویچ کوفته خودمون، میبینیم یارو شم روشن کرده، بعدش یهو سر و کله خرگوشا پیدا میشه. خب نمیشه از عشق فرار کرد. نگیرشونو بده به من. آی دیروز هم همینجوری که توپ بازی میکردیم اینجوری بود که از چپ راست هی میومد میخورد به هم. توپ دیگه چیه؟ دیروز رفتم سر تمرین امری، دروازه‌بان شدم. دروازه‌بان؟ شوخی میکنی؟ بله. بعدش هم رفتم بهش گفتم امری من چشمم به غیر از تو هیچ کس دیگر رو نمیبینه. اون چی گفت؟ چیزی نگفت، ولی خندید خندید. باشه پس این قضیه تمومه. آی به امید خدا. تو هم بزن، تو هم بزن به تن. من داره دیرم میشم، اما نباید دیر کنم. خب پس من 2 دقیقه میرسونمت. باشه پس 2 دقیقه منو برسون. بله مته. شریک یارتو ما قدیما چی کار میکردیم؟ چی کار میکردیم؟ ورزش میکردیم. خوبه پس کار چی میشه؟ حالا یه روز سر کار نریم، ورشکست که نمیشیم اگه نه؟ نکنه ورشکست میشیم؟ فکر کنم ورشکست نمیشیم. باشه پس بیا منتظرتم. باشه
برم لباس عوض کنم میام. میبینمت. وای حتما آدرس رو پیدا نکرد. بالاخره اینجا جایی که تا حالا ندیده، فوقش تو خبرها دیده. پاچه خار اومد. عزیزم وایسا من باز میکنم. صبح بخیر عزلم خانم، منو اینجا. بیا عزیزم بیا بیا. برو 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 برو. شیما تو هم اینجایی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ عزلم خانم چرا گفت بیایم اینجا؟ چیز بدی که نیست. هممون اخراج شد. وای تو هم چقدر ساده یا همه چیز زود باور میکنه. تو خونه مد داشتن تعمیرات میکرد. آها باشه پس. عزیزم راستی تو حالت خوبه؟ تونستی با من حرف بزنی؟ عزیزم الان سر کاریم، وقت این حرفا نیست. حرفو زیاد کش نمیدم. کار زیاده و آدم با کفایت کم. حتی کم هم نیست، اصلا وجود نداره. مگه نه؟ من الان به کسی احتیاج دارم که بتونه کارامو پیش ببره. یکی که پشت من وایسه و سریع تصمیم بگیره و زود همه چیزو متوجه بشه و به من بگه. یعنی یه آدم عاقل. میدونید که الجای دست راستمه. و الان میخوام یکی از شماها دست چپم بشه. اما کدومتون؟ تو حالت نرمال این کارو مستقیم میدادم به شیما، ولی آیاز در مورد تو داره مغز منو میخوره که خیلی خوبی و این چیزا. البته که ما چیزی ندیدیم. الان میخوام بهت یه شانس بدم عزیزم. خیلی ممنونم. فقط 2 ساعت وقت دارید و تو حیات هم کار میکنید. اولجای حواست به دخترها باشه که خوب کار کنن. هر کی بهترین طرحو برام بیاره این ما دستیارم میشه. اگه قابلیتشو مدام نشون بده آخر ما هم حقوقش اضافه میشه و صاحب اون موقعیت شغلی هم میشه. ببخشید دقیقا باید چی کار کنیم؟ 2 ساعتتون شروع شد. سیما جون من الان برای توضیح میدم. نه جونم ممنونم، من خودم حلش میکنم. برید دیگه، زود باشین زود باشین. سلام. آها چه خبر شریک؟ سلامتی. اصلا کشش نمیدم، مستقیم میرم سر اصل مطلب. به خاطر دیروز معذرت میخوام، یکم زیاد روی کرد. این چه حرفی داداش، ما با هم دوستیم. خب قراره رو چی شرط ببندیم؟ منم داشتم فکر میکردم چقدر بهت آوانس بدم. به نظر من تو اون آوانس ها رو به خودت بده داداش. باشه ببینم تو بلدی بسکت بازی کنی؟ هی یه چیزه. چی شده؟ چطور پیش میره؟ باید به من کمک کنی اولجای. عزلم خانم اینجاست، چطور کمک کنم؟ ولی اون کار باید مال من باشه. باشه سب کن من برم ذهنشو با یه چی مشغول کنم، بعدش زود میام بهت کمک میکنم. باشه نگران نباش، حلش میکنم. شریک هنوزم تو واسه من نگرانی؟ بذار بهت بگم. آره شیما زیاد شبیه آدمایی که بشه بهشون اعتماد کرد نیست. منم کلی بهش شک داشتم اما علتشو من فهمیدم. تو رابطه بدشانسی آورده بود، بعدش همه چی بد پیش رفته. دیشب با من همه چیو تعریف کرد. دیگه الان میتونم بگم همه چیو راجع به زندگی شیما خوب میدونم.
حتی میدونی بعد جوری از این رو راست بودنش خوشم اومد، چون با اینکه میدونست ممکن ازش جدا بشم اومدم چی واسم گفت. خودت هم میدونی مهمترین چیز برای من صداقته، اینم امتحانشو پس تو. داداش میدونی دیگه اگه تو خوشحال باشی منم خوشحالم. چه خوب، اما وقتی به بازی خوشحالترم میشم. بیا بگیر. دمت گرم. خوب بود ولی حالمونو بهتر کرد. آره ولی یکمی هم خسته شدم. خب چی کار کنیم؟ یعنی بازم کار کردن با رضا رو ادامه بدی؟ چرا کار نکنیم؟ چیزی شده؟ آخه من درست حسابی برای تعریف نکرده بودم. یادت اون روز اومده بود دفتر؟ یکم در مورد پروژه ذهنم رو به هم ریخت. به خاطر همین گفتم. چرا؟ مگه چیزی گفت؟ چی گفت؟ داستانش طولانیه. من رفتنی برای تعریف میکنم. باشه. یکم دیگه همینجوری ادامه بده. تمومه، داره تموم میشه. آفرین تمومه، خوبه. هنوز تموم نشده؟ نه الان دخترها رو میفرستم عزلم جون. وقت تلف نکن اولجای. زود باش پاشو. وای اولجای تو هم بیا. چرت و پرت نگو دختر، مگه میشه؟ ای بابا پاشو هایکو، وقت تموم شد. زود باش بجون، سری بیا. حاضرید؟ حاضری مظلم خانم. بده من. شبیه ترای اولجایی میمونه. تو واقعا اینو کشیدی؟ آی معلومه که من کشیدم مظلم خانم. باشه تعریف کن ببینم. گفتیم رنگای شاد استفاده کنیم، یعنی گفتم برای تابستون خیلی میتونه مناسب باشه. یعنی زمستون و بهار رو گذروندیم و رسیدیم به تابستون الان. باشه. برای زندگی روزمره خیلی مناسبه فکر میکنم. البته برای کارم خیلی مناسبه، یعنی فکر میکنم برای خانومای کارمند خیلی خیلی مناسبه، یعنی هم شیکه و هم برای استفاده روزانه خوبه. خوب از نظر پارچه چه نظری داری شیما؟ از نظر پارچه هر پارچه میشه، اما پارچه نازکتر خیلی بهتره. پارچه نازک. شما مطمئنید که پروشه یه فصل گیلاسو با هم آماده کردین؟ در موردت اشتباه میکردم. از اونجایی که معلومه به درد هیچی نمیخوری، تو بگو ببینم. اینو الان کشیدی؟ بله عزلم خانم. یعنی از خونه نیاوردی؟ یعنی یه چیز آماده نبوده؟ نه الان تو حیات کشیدم. خیلی خوب تعریف کن. در اصل این مدل بلوزای نواخر دوباره مد شده،
در ضمن شلواری با فاقه خیلی بلند دوباره ترجیح خانوما شده. من 100% پارچه ویسکوسو برای این کار در نظر گرفتم چون این مدل پارچه سبک و راحته و در ضمن امکان اینکه تره رویشونه به حالت دیگه در بیادم وجود داره. وقتی به رنگا میرسیم کافیه. وقتی من نیستم کارا رو به تو میگن و تو به من میرسونی و اگه لازم باشه میتونی با مشورت اولجای کارا رو هم را بندازی. میخوام خیلی سخت کار کنید با هر دو تاتونم. الانم میتونید وسایلتون رو جمع کنید و برید. تو دفتر میبینم بتون. چطور گذشت؟ از صدق سریع تو خیلی هم بد گذشت اولجا. مگه من چی کار کردم؟ فقط کمکت کردم. ای بابا، ای کاش کمک نمی کردی، شاید به یه دردی می خورد. دیوونه رو ببین، اون وقت خودت می کشیدی؟ به رضا چیزی نگفتی و این قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه. اگه امروز تا ساعت 7 نگی من بهش میگم. آی خدا ازت نگذره. فکر کنم اون الان داخل یکم ناراحت شد به خاطر اونه. پس من دیگه برم. خب برو دیگه. ولی دلم واسه در دل کردم واسه تموم شده بود. خوب شو. آره به خدا، به نظر منم همینطور. دقیقا. خب من میرم دوش بگیرم. بله اویکو. آیاز اگه بدونی چی شده عمرم باور کنی. چی شده؟ یه لحظه تو چته؟ یکم حالم گرفته است. ولش کن. تو چی میگفتی؟ خب تو وقتی اینجوری هستی من چطوری تعریف کنم؟ تو کجایی؟ حالا میخوام برم خونه. باشه منم میام. اویکو جون اشتباه برداشت نکن، ولی میشه نیا؟ یعنی امروز میخوام استراحت کنم. به من چه، دیروز یک شنبه بود، به جای اینکه دنبال من را بیفتی استراحت میکردی. امروز استراحت نداری. اویکو واقعا خستم، میخوام یکم تنها بمونم. منو درک کن لطفا، خواهش میکنم. باشه آیاز، خیلی خوب، میبینمت. یعنی نتیجه؟ خب معلومه دیگه اویکو، یعنی دختره پتانسیل خیلی زیادی داره. اگه عاقلانه رفتار کنه پیشرفت میکنه. واقعا خیلی با استعداده. خب شیما چی؟ والا شیما یکم مثل بادکنک از آب در اومده است. یعنی ببخشید نباید در مورد عروست اینجوری حرف بزنم، ولی خیلی باید تلاش کنه بلند. امروزم یکم سرزنشش کردم. تو چت شده چته؟ راستش چیز به شیما فکر میکنم، یعنی همه چی خیلی سریع شد و منم از تصمیم مته شوکه شدم. خب مگه میونشون خوب نیست؟ نمیدونم، یعنی مطمئن نیستم. زمان همه چی رو نشون میده. همینطوره. امیدوارم مته ناراحت نشه. امیدوارم. چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ چطوری اومد اینجا؟ خوب آیاز خان، چه حسی داری؟ حق با توه، حس بدی داره. بهت گفته بودم نه؟ آره گفته بودی، اما اومدم. خب اگه الان بگم برو؟ نه نمیتونم برم. اوی کل لطفاً. نه خیر من جایی نمیرم. میخوای اینجا همینجوری بشینی؟ نه میرم، اما تو هم باید با هم بیای. زود باش آماده شو، امروز برنامه‌مون زیاده. Thank you.
باشه، منتظر باشم. خب کجا میری؟ زیاد سوال نپرس، امروز وقتش من حالتو سر جاش بیارم. خب یه کم پیش پشت تلفن چی میگفتی؟ پس محکم وایسه بگم. وایسادم موقع را رفتنم میتونی خودتو محکم کنی، یعنی وقتی ناراحتی هم میتونی از این شوخیه بی خود بکنی. گوشم با توه. این مامانت؟ اوه یواش یواش. اوه آیاز اوه. باشه ببخشید ادامه بده. مامانت؟ خب باز شروع نکن دیگه. به خدای کم دیگه دیوونه میشم، نمیذاری حرف از دهنم در بیاد بیرون. به نظرم وقتی بچه بودی خیلی زرزرو بودی. به حرفم گوش میدی؟ یکم گوش میدم، زود باش بگو. بگو دستیار جدید عزلم خانم کیه؟ اولجای. اولجای همین الانم دستیارشه، میگم دستیار جدید. خب دستیار جدیدش کیه؟ حس بزن. اسمشو نمیگم. بگو دیگه. اویکو؟ آره خودشه. تبریک میگم. یعنی واقعا حقت بود، در اصلا تعجب نکردم. یکم تعجب میکردی خوب میشد، ولی بازم خوبه. خب باشه، کجا اومدیم؟ اینجا کجاست؟ با سوالش شروع شد. ببین امروز میخوام ببرمت یه جای خاص، با من بیا. خوش اومدی بابا جون. ممنونم. از کجا میای اینجوری؟ نکنه یه قراری چیزی داشتی؟ زمانش که برسه میفهمن. خوبه. در اصل خودت چطوری؟ در اصل؟ یعنی چی در اصل؟ نه فقط نگرانت شدم. یعنی همه چی رو به راهه؟ قرار بود حرف بزنیم ولی نتونستیم. آها آره حق با توه، دیگه تعطیلات شد، هیجوره فرصت نشد. حق با توه. رابطت با شیما چطور پیش میره؟ خوشحالی؟ خوشحالی، مشکلی نیست. خوبه، خوشحالم. از مشکل خوشم نمیاد. دقیقا، اونم اگه مشکل کاری باشه. اگه چیزی احتیاج داشتیم من اینجا باشه؟ باشه بابا جون، ممنون، خیلی لطف داری. اگه خواستی حرف بزنی من اینجا. باشه بابا جون. باشه تو به کارت برس. خیلی حیف که مجبورم. ممنون. اینجاست، جایی که فصل گیلاس به وجود اومد. پروژه رو که آماده میکردم از اینجا الهام گرفتم و تو این روز خواستم دلم خواست بیام اینجا. همین که تو هم اینجا رو دیدی. در اصل خوششانسی، تو این فصل از اینا پیدا نمیشه. برای این الان اومدیم اینجا؟ چرت نگو. اون آیاز ماجراجو چی شد؟ مریضه، تو خونه خوابیده، داره استراحت میکنه. زود باش تعریف کن، بگو بفهمم مشکل چیه. حل میشه بیخیال. باشه خوب، با هم حلش میکنی؟ با هم دیگه نمیشه، من خودم تنهایی حلش میکنم، تو بیخیال شو. بیا اینجا بشین. چه
چشماتو ببند. چی؟ زود باش ببند. چرت و پرت نگو دیگه. یه بار بگو باشه، چی میشه خوب؟ ببند. ولی اینا تاکتیکای منه. چشماتو میبندی و میگه همه چیز خیلی خوب میشه. ای خوب انجام بده دیگه. اما این صدا باشه باشه. همه چی خیلی خوب میشه. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چیز خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. همه چی خیلی خوب میشه. بخور برات خوبه. اینا کثیفه. خودت کثیفی، باید بخوری. هرچی که میخواد بشه بشه، ولی وقتی تو رو میبینم خوشحالم. نمیدونم چه جور جادویی داری، ولی منو از زندگی جدا میکنه. توی وجودت گم میشم، منو تبدیل به یکی دیگه میکنی، یه آدم خوشحالتر. چه خوبه که اینجایی، چه خوبه که اینجا. دوستا برای همچین روزایی هم دیگه، هر موقع بخوای هستم. میشه بریم؟ بریم. روز خوبی بود. حواسم رو پرت کرد. خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. میبینمت. میبینمت. اوف بابا اوف. وقت تموم شد. میدونم. گفتی؟ به تو چه؟ باشه شیما خانم، خودت میدونی. بالاخره
نشده. دختر تو هم تعادل نداری، هم برنامه میشینی و میری خونه پسره و بعدش هم ازش کاملا فرار میکنی. من نمیفهمم واقعا. من به عنوان یه دوست رفتم پیشش، یعنی هدف دیگه نداشتم، چون ناراحت بود رفتم. خب کنجکاوم بدونم آیاز در مورد این قضیه دوستی چی بهت گفت؟ چیزی نگفت، ساکت شد. آیکو ببین، من بهترین دوستتم، خب به من جواب درست بده. تو آیازو به چه عنوان میبینی؟ به عنوان دوست میبینمش برجو. الان قلبم خالیه و من از این وضعیت بی نهایت راضیم. آیاز دوست منه و برای همیشه هم دوستم میمونه. باشه، امیدوارم تصمیمایی نگیری که بعدم پشیمون بشی. آیکو جونم، امره داره زنگ میزنه، قطع میکنم. باشه، میبینمت. بله شریک. دمی دارم، یه لحظه بیا. خب چرا دمی داری؟ بیا تو دیگه. نه من نمیتونم الان بیام، تو بیا. فوریه فوریه، زود باش بیا، منتظرتم. باشه. چی شده؟ کجا؟ آیاز اومده، دمه داره. چی شده؟ نمیدونم، نگفت. برم حرف بزنم باهاش، میام. خیر باشه پسر. باید با هم حرف بزنیم. خب حرف بزنیم. شیما، آیاز این موضوع رو تمومش نکردیم مگه؟ چرا این کارو با من میکنی داداش؟ دنبال چی هستی تو؟ شیما چی؟ شیما با رضا رابطه داره. چی؟ چه رضایی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ رضای خودمون دیگه. آیاز تو میفهمی داری چی میگی دیگه؟ چند وقت پیش اومده بود دفتر، میگفت میخوام جدا بشم و یکی دیگه تو زندگیمه. اون نفر جدید شیما بود. آیاز تو حرف دهنتو میفهمی یا نه؟ بته آروم باش، همچون چیزی نیست، نمیتونه باشه. متاسفم ولی دیگه نمیتونم مخفی کنم. فکر کردم اینو بهتر بدونی. راه بیفت بریم. کجا؟ پیش رضا. آیاز خوبی؟ میدونم، ممنونم. همه چیز رو به راه میشه. فکر نکنم. منو ببین لطفا، من میخوام بهت کمک کنم. نمیتونی، تلاش نکن. اما من آره دوستمی، میدونم. شاید هم بیشتر از اون باشم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.